ببخشی این چیه؟ ببینم تو از ارتش معمول شده بودی جاندار میری؟ بله. حالا مهر میگرده سر ایجاد. فکر کنم اشتباه شده. یه نام دادن دستم که فرد خودم معرف کنم بیمارستان ارتش. بیمارستان ارتش برای چی؟ هیچی نپرسیدن ازه؟ ببینم شما کدوم دبیرستان درس میخونی؟ منم میخوام ثبت نام کنم. تو چی کار به کار ما داری؟ تو باید به دبیرستان نظامی ها. دبیرستان نظامی ها برای چی؟ واسه اینکه بابات نظامیه. سعید ولش کن. خانواده یه نظامی هم همه مثل خودش. باز کن ببینم چی میگی. خرمشهر چیه دیگه؟ خرمشهر داره میره به خاطر اینکه بچهای محل بهش گفتن چون بابات نظامیه ما بهت اعتماد نداریم. ایشون هم ترسو جا زده میخواد جمع کنه. بچهای محل غلط کردن. تو چرا باز نمیکنی؟ شما تو منم از اول دارم. نمیخواد زحمت بکشی دست کاری بیاری بالا. چرا؟ من همه جوری امتحانش کردم خیالت راحت باشه. یعنی چه جوری امتحانش کردم؟ یعنی این که پیمان من رفتم زیر زمینشون دیدم یه مش خیلی تو پرت ریختن اصلا رفت آمد نمی کنن اونجا. بعد مهم کیمیاس انقدر عوض شده اون میدونه دور ورش چه خبره. نمیفهمم چه ربطی چی رو نمیفهمی؟ پیمان تازه من یه پیشنهادم برات دارم. کیمیا انقدر مستعده میتونیم تازه ازش کمکم بگیریم. من در بس هر کاری فرخ میکنه قبول دارم. الانم بی خبر از اون اومدم سهم خونه تهران آقامو بگیرم. آه همینه دیگه مشکل من و فرخ هم همینه. برای اینکه فرخ هیچ وقت نتونست خودش برای توی زندگی درخور درست بکنه. شما به ایناش کاری نداشته باز. الان اومدم پیش داداشم که زندگی درخور درست کرده. کارخونه الحمدلله داره، خونه داره، پول داره. آقا جان سهم خونه تهران آقامو دیگه میخوام. منو چر جان دادش چی شدمی؟ من اونو دارم میام برو تو فرشید کن فرشید در رفت خودش بهم گفت دارم میام باشه آره باشه چه خبرتونه؟ چه نمیخوای بگی کجاست ها؟ کجاست آقا؟ شما کل زندگی ما رو به هم ریختین دنبال چین آخه؟ راه پشتمون از کدوم طرفه؟ از این بره قربان پشتمون چی میخواین؟ پشتمون چیزی نداریم ما یه وقتهای زمان انقدر کمه که فرصت فکر کردن نداری کاری رو انجام میدی که دلت بهت میگه به عاقبتش هم اصلا فکر نمی کنی مثل کسی که شنا بلد نیست اما برای نجات یه غریق خودشو به آب میزنه و به تنها چیزی که فکر نمی کنه امکان غرق شدن خودشه ولی اینجور وقتها خدا آدمو تنها نمیذاره جانم چیه؟ هی مثل موقع سرکنده میریم هیچی میگم چیه؟ یه چیزی هستی که من فهمیدم بگو آقای نکونامو دستگیر کردن
کی؟ میانونو فکرم مامورای سابقی تا کجا فهمیدی؟ من رفته بودم آخه کتاب فروشی، بعد اونجا چند نفر اومدن آقای نکونامو دستگیر کردن، الانم که اومدن دم در خونهشون از پایین تا بالا رو گشتن. تا کجا فهمیدی الان اومدن خونهشون؟ من از پشت بوم دیدم دیگه از اتاق. کی میاد؟ صبح که دیدم تو رو پشت بونی؟ نه مامان. خدا شکر. مامان جون حواست هست اصلا داری چی کار میکنی؟ چی کار؟ آخه پاشدی رفتی کتاب فروشی آقای نگونام چی کار؟ اون وقت میگی بابا چرا دوباره شروع کرده حرفاشو؟ خب چرا همش از من ایراد میگیرین؟ چرا نمیرین به اینا اعتراض کنین؟ آقای نکونام مرده به این خوبی کتاب میفروشه، برای چی بیا میگیرنش؟ حرفای گنده تر از دهن دوباره شروع نکن. گنده تر از دهنمه. بفرما بریم. آقای نکونامو باید بیان بگیرن، برای چی باید آقای نکونامو بگیرن؟ سلام. سلام خانم. عمو حبیبا گرفتن؟ آره. صوتش شو. کدوم سکه؟ تو به ساک چی کار داری امین؟ تو به ساک چی کار داری؟ من نذارم گفتم تو پیش واسه خبری شد به ما بگو. چیزی هم پیدا کردی؟ نرگس خانم. بله. ببین برو در خونه آقای پارسا به کیمیا خانم بگو خانواده‌اش چیزی نفهمن و در مورد ساک ازش بپرس. کدوم ساک؟ بابا همین ساک اعلامیه و کتاب و اینا رو من رفتم گذاشتم رو پشت بون، مامورا هر چی گشتن پیدا نکردن. انگار دود شده و رفته بود هوا. یعنی میگه کار کیمیا بوده؟ بله ما در کار کسیگه این نمیتونه باشه. بذار یه زنگ بزنم بهش. نه 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 تلفن نه، یه موقع خطا داره کنترل میشه. باشه میرم در. پیمان اگر کار کیمیا باشه تمام حرفای من به تو ثابت میشه. کاری که ازت خواستم و برو انجام بده. باشه نرگس. بله مراقب باش. همش منو دعوا میکنی مامان جان؟ نکونام یه عمر سیاسی خودش میدونه داره چی. کیمیا بمون داخل من بمون کنم. کیه؟ نرگسم. سلام مری خانم. سلام نرگس. خوبی؟ خالت چطوره؟ خوبم خدا رو شکر. آقا بیما خوبه؟ خدا رو شکر همه خوبم. ریختن خونه تو. همه چی؟ کیمیا هست؟ آره کیمیا میگه آقا نکنم ها گرفتن. آره آره امروز صبح گرفتن. خدا بدادش برس. میگم که نرگس گوش بده جان، تو وضعیت بابای کیمیا رو میدونی نظامیه. خدای نکرده اگه چیزی پیش بیاد خیلی واسه ما گرون تمام میشه. من یه خواهشی میتونم حتی بکنم. سلام کیمیا. سلام. شما یه ذره با هم کمتر برید بیاد، یعنی اصلا دیگه نرید بیاد توی موقعی. چشم. ولی خب آخه مهری خانم دستگیری عمو حبیب رفتی به من و کیمیا نداره که ما با هم همکلاسیم. الان هم کتابش رو آوردن. میدونم. میگم یعنی حواستون باشه. چشم. به حرف من گوش بدید. چشم. کتابی که میخواستی رو آوردن. دست درد نکنه خیلی ممنون. دیگه امانت پیش تو باشه دیگه. باشه. نگران نباش. مواظب بشم. خیالم راحت باشه دیگه. آره خیالت راحت باشه. قایمش کرد. باشه پس من میرم دیگه. باشه خداحافظ. خداحافظ. نیومد چه خواستی میبینم چی شد؟ چی شد؟ بیا چی شد؟ دیدی در مورد کیمیا اشتباه نمیکردم؟ حدس درست بود. ساک دستش. مطمئنی تو خودت با چشمه خودت دیدی؟ نه ندیدم. مهری خانم اومد اون مشکوک شده بود نتونستم برم داخل. پیمان جان تا درد سری بر خانوادشون درست نشده باید ساکا از اونجا خارج کنی. یا باشه همین کارو میکنیم، اما فعلا امن‌تر اینجا خونه همین از خونه کیمیاست. ها دیدی؟ دیدی مجبور شدی اعتراف کنی؟ خیلی خوب خیلی خوب. ببینید در مورد این موضوع با هیچ کس نباید حرف بزنیم، حتی امین. بعدم بعد مطمئن شیم ببینیم کیمیا میتونه این ماجرا رو از پدرش پنهان کنه یا نه. امیدوارم. خیلی خوب بری تو. بری تو شما. بری تو. کیمیا کو کیوان پس خبرداری از برادرت؟ کیمیا با تو هم خبرداری از کیوان؟ نه.
شیر این بچه تموم شده، من برم یه دوتا شیر بخرم بیام. مام نگاه کنی تو رو خدا چقدر بود داره بیرون، انگار این چه اتفاق افتاده. نخستیم اکبر آقای شونه تو حقوق بده، بنویس به حساب. خدا بس خانم، خدا بس فرزان جان. بیچاره نیکونا طاقت سادگیشو داره فرسوده. کی فکرشو میکرد؟ هنه هر ران درسته کارشونو شروع کردن، اونم با کی؟ با همسایه. واقعا گوش نکنی مهر خانم، چه بدم خدمت؟ یه دوتا شیر خدمت شما. یعنی به من اعتماد نداری؟ چرا؟ ولی میخوام ببینمش. بیا بابا بیا. کیمیا خودت نمیدونی چه کار بزرگی کردی، باز شدی پیمان دستگیر نکنن. تازه واسه عمو حبیبم خیلی خوب شد. بعد از این نظر پیمان کلی راجبت عوض میشه. مگه آقا پیمان نظرش راجب من چیه که عوض میشه؟ طبیعیه دیگه، تو اینجور کارا نمیشه به هر کسی راحت اعتماد کرد. تو هم منم که چی؟ خب تو هم که مدت ها از اینجا دور بودی، کسی زیاد شناخت نداری. نرگس هم حرف که میخواستی بزنی و بزن. میخواستی بگی منم که بابام نظامی آدم قابل اعتمادی نیستم دیگه. من حس کرده بودم این آقا پیمان اصلا از رفت آمده من با تو خوشش نمیاد. کیمیا نه دیگه، با این کاری که کردی کلی نظرش عوض شده. تازه یه کاری هم خواسته که انجام بدی، گفته اینا رو قایم کنی تا بهت خبر بدم بیام ببرم. باشه؟ بفهمی چیه؟ نباره، مثل که از همونهای که تو ساک بود. فکر فقط خودتون داری؟ تو در ساکو باز کردی؟ نرگس من که بهت گفتم. بله میدونم شما فضولی و چاره‌ای هم واسش پیدا نمی‌کنی. این از کجا آوردی؟ از خرمشهر. از تا که شما که بر نداشتم. کیمیا اینو از خرمشهر آوردی تا اینجا؟ بله. کیمیا تلفن اداره بابا اومدی کتاب تو پس بگیری ها؟ دو دقیقه نیست من با شما دوستان این حرف بزدم. مامان نه ببخشید، چیز تقصیر من بود. من یک کار مهمی داشتم با نرگس، گفتم بیا من دیگه باید برم. آم باش 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 خدا فکر. بخرم چرا نگفتی مامانت زود میاد؟ چقدر بد شد. شکایی نداره آقا، من دیگه نمیتونم بیام اینجا. حواست به زنگ تلفن باشه. من به تو سلام. سلام علیکم. ببخشید، خداحافظ. ولی باید اونم گفتم دیگه. میدونستم دیر یا زود این اتفاق میفته. بی خودی نگران کیمیا نباش، خودم حواسم بهش هست. میبینم چقدر حواست بهش هست. با
کیمیا هر روز داره با این دختر نرگس رفت و آمد میکنه، اونم حالا که نکونامو گرفتن حت دارم خونه و خانواده‌شم تحت نظرم. خودم امروز بهش گفتم دیگه نرم بیان. فرخ جان نه با هم همکلاسی هم دو روزه که مدرسه باز شه چی؟ ای تو همش حرف خودت میزنی. میترسم یه وقت چشم باز کنیم و ببینیم ناقافل کی میام تو عجل افتاد. این حرفا رو نزن. دخترت عاقل‌تر از اونیه که تو خیال میکنی. خانم اونا با احساسات اینا کار دارن نه عقلشون. تحریکشون میکنن به اسم آزادی و برابری و عدالت مقابل حکومت وایسن. مملکت رو به هرج و مرج بکشن. اینا این بچه ها رو وادار میکنن مملکت رو به آتیش بکشن. مهری اگه اون آقایونی که اون بالا نشستن یه ذره به این فکر میکردن که بابا مردم چی میگن، مردم چی میخوان، هیچ کس نمیتونست کسی رو تحریک کنه. بابا همه جای دنیا کمبود هست، نابسامانی هست، ولی راهش نیست که بریزن تو خیابون همین چیزی رو بریزن به هم. جواب های هویه وقتی به شکایت مردم به گوله جواب میدن مردم چیکار کنن؟ قبول ندارم. من فکر میکنم هر حکومتی حق داره از خودش دفاع کنه. دفاع کنه؟ این دفاعه؟ اگه این دفاعه بشنن ببینن بدتر از اینش پیش میاد. منظورت چیه؟ هیچی بابا، میوتو بخورستم به ما چه؟ از کاری چه خبر؟ هنوز خیال میکنم تو نور چشمی؟ بله یواش یواش دارم خودم شک میکنم. به چی شک میکنی؟ به اینکه چی هوای منو داریم. بفرمی جناب سرور کانفر قربان. بفرمی قربان. سلام قربان. سلام. خیلی خوش آمدید. متشکرم. از دیدنتون خیلی خوشبختم. قربانتون. بفرمی ممنون. بفرمی. متشکرم. نوشیدنی چی میل دارید؟ خیلی ممنون. چی تلفنی بهتون گفته بودم که برای چه کاری میام اینجا. بله قربان، ولی برای من جای تعجبه. خب دستور میدادید ایشونو میفرستادم خدمتتون. اینم خلاصه پروندهش. تو این چند روزه وضعیتش چطور بوده؟ عادی قربان، ولی هنوز به کار تازهش عادت نکرده. برخلاف گزارش پروندهش به نظر فرد مطیع تابع قانونی میاد. همینطوره. ببخشید قربان سوال میکنم، بازجویی شما مرتبط با قتل ستوان رستمی یا فراری دادن مجرمه؟ بله قربان، تجربه به من میگه که حضور یک مقام عالی رتبه امنیتی حکایت از وقوع جرم سنگین امنیتی داره. معمولش همینه، مگر اینکه مقامات امنیتی هم دوستانی داشته باشن که هر از گاهی بخوام ببیننشون. بله بابا قطعا همینطوره. خب اتاقش کجا هست؟ اختیار دارید. احضارش میکنم بیاد همینجا. خودم هم از اتاق میرم بیرون که شما راحت بشید. نه نه نه، مثل اینکه شما خوب توجیه نشدید. این فقط یه دیدار غیر رسمی دوستان است. بله قربان، راه نمایی تو میکنم. بفرمی. ببخشید اینم پرونده. پیش خودتون باشه، من از جزئیات پروندهش مطلع. جناب سرگرد، سرکار استوار پارسا از دوستان قدیمی من هستن. میخوام هواشو داشته باشی. حتما قربان. بفهمید. هنوز نیومده؟ حسابی مشغول شدی؟ دیگه کار دیگه. خیلی خوشحالم میبینمتون آقای کامپا. خیلی خوش اومدی. فرخ پارسا، استوار وظیفه شناس. جناب سرگرد با مرخصی چند ساعته موافقت کرده. سری لباس رو عوض کن بیا پایین، کارت دارم. متشکرم. شهربنده ببخشید. آقا شهرم معطل شد.
بالا زیاد باهات صمیمی نشده. نمیخواستم حساب دیگه رو باز کنم. بله. خیلی وقت هم دیگه ندیدیم نه فرو؟ ببخشید آقا شهرام، شما چجوری فهمیدی من اینجا کار میکنم؟ من حواسم به قوم خویش خودم هست. میدونم کجا هستن، چه کار میکنن. هرچند خانواده تو خیلی منو به نسبت فامیلی قبول نداره. نه بابا این حرفا کدومه، شما همیشه لطف داشتید. سوار شو بریم. چشم. یه 3-4 سالی میشه ما هم دیگه ندیم فرق نه؟ از خواهرت چه خبر؟ فروغ حالا تو این مدت خیلی گرفتار بودم، نرستم بهش سر بزنم. بیژن پسرش چطور؟ اونی که شما باید بیشتر خبر داشته باشید. همه تون فکر میکنین مسبب گرفتاریش منم، با این حال زنده و مردش برای من فرقی نداره. آقا شهران نگفتین چطوری منو پیدا کردین؟ گاهی تو جلساتی که هستیم خبرهای دست اول میام، مثلا درگیری درجه دار با پسر سرکنسول آمریکا و به گنگ کشیدن ماشینش تو خرمشهر. اینقدر این خبر حساسیت برانگیز بود که مقامات دستور دادن خبرهای تکمیلیش هم حتما فرستاده بشه. بعدش خیلی زود یه خبر دیگه اومد، درگیری درجه دار با مافوقش. هر دوتاشون اون یکی رو متهم میکرد که با قاچاقچی ها زد و بند داره. خب تا اینجاش همه چی عادی بود. اون چیزی که منو شگفت زده کرد اسم تو بود، سرکار استوار فرخ پارسا، که مردم رو علیه آمریکایی تحریک میکنه و بعدش با قاچاقچی هم ساخت و باخت داره. بعدش که اون رئیست کشته شد قضیه پیچیده‌ترم شد. یعنی شما؟ بله، من میخواستم تو برگردی سر جای قبلیت. چه؟ چی؟ نکنه میخواستی تیربارون بشی؟ یعنی که تا آخر عمرت پشت میلای زندان باشی؟ یعنی که بری تبعید؟ تا حالا چرا دست دست میکنی؟ این کباب بهترین کباب تهرانه، بخور. باشه چشم، از شما در بخورم. هر وقت صدای نجوای عاشقانش با خدا رو میشنوم، هر قدرم که حالم بد باشه انگار دوباره امید تو دلم جوونه میزنه و حالم خوب میشه. ولی تو دل پاک همه مامانا یه حس عجیبی هست، یه حس عجیبی که هر وقت بچه هاشون در خطرن اونا رو باخبر میکنه. کیمیا هیچی ماما، این چیزی رو تخته تکنه. هیچی ماما، این هیچی بلنشو بینم. ماما وسائل، بلنشو بینم. ماما وسائل همه، هیچی نیست اینا. از این وسائل نداشتی ماما، این چیزی نیست. این ساکه کیه؟ ماما ساکه هیچی ماما. این چیه؟ هیچی. این ساکه کیه؟ مرکز اینا رو آورده. کیمیا میفهمی داری چی کار میکنی؟ میدونی یه دونه از این رو از خونه ما بگیرن میدونی سر و بابای بدبخت چه بلایی میارن؟ کیمیا داری چی کار میکنی تو این خونه؟ خب ماما هیچی، الان توضیح میدم براتون. چه توضیحی داری؟ ماما چرا این رو ماما چی کار میکنم؟ هیچی ماما هیچی، الان میگم مال من نیست اینا. الان میگم به تو ماما نکن، هیچی نیست، خودم درستش میکنم. چی رو درست میکنی مامان جان؟ مامان هیچی نیست، مامان
یه دقیقه بشین یه دقیقه آروم من توضیح میدم. میدونستم یکی پشت اون قضیه هست، ولی فکرش هم نمیکردم شما باشی. شما فکر میکنی داریم به من کمک میکنی؟ معلومه تو خبر نداشتی که چه تصمیم واسه گرفته بودم. چه تصمیم؟ من که خطایی نکردم. خطایی نکردی؟ از خبر نداری چه گزارش های رئیست گذاشته بود تو پرونده هست. این فرخ برای منم مسخره است که مثلا بخوای مردم رو بر علیه امریکایی ها بشورونی یا چه میدونم با این قاچاقچی ها ساخت و پاخت داشته باشی، ولی وقتی پرونده درگیری با یه امریکایی اونم با کنسول امریکایی روی میز باشه، مقامات تحت فشار هستن که خیلی زود این پرونده رو ببندنش. یعنی از خدا بی خبر نمیخواد از من بپرسه علت درگیری من با اون امریکایی چی بوده؟ فرخ تو به خنگی نزن، تو انگار متوجه شرایط امریکایی تو ایران نیستی. من به خاطر تو موقعیت خودم رو به خطر انداختم، به خاطر که نجاتت بدم. میدونم شما همیشه من لطف داشتی، هیچ وقت یادم نمیاد دو سه سال پیش برای نجات بیژن چه کارا کردی، اما خب در مقابلش هم از من یه کاری خواستین که شد یه لکه ننگ تو پرونده. حالا بگید این بار قراره براتون چی کار کنم؟ این بار خیلی خطرناک نیست، به قول خودت لکه ننگی هم تو پروندت نمیاد. ببین ما حتی اگر بخوایم نسبت فامیلی هم فراموش کنیم حداقل با هم رفیقیم دیگه، نه؟ اونم تو این شرایط باید هوای همدیگه رو داشته باشیم. آخه قربون دارم آقا شهرام، از من چه کاری برای شما ساخته است؟ من یه استوارم، برای مقام بلند پایه امنیتی چه کاری از دستم برمیاد؟ ها؟ برمیاد فرخ. نرگس خانم سلام، خوبی؟ علیکم سلام. پیمان گفته این کتابا رو بدیم من ببرم. کدوم کتابا؟ کتابا گفته خودتون میدونید اینجا امن نیست، باید ببرم سریع. خود پیمان گفته؟ خودم نمیگم که، پیمان گفته. بله خب کتابا گفته کجاست؟ گفته اون زیر. امن نیست اینجا این روزا. راستی میگم جریان این چیزه چی شد؟ این ساکه که اعلامی ها اینا توش بود من نمیدونم. پیمانه میگه من نمیدونم، نمیشه که. آقا فرشید، پیمان اگه میخواد خودش بهتون توضیح میده. اطمینان نهاریم به ما دیگه. سلام خانم. علیکم. این هشت کتاب مال سراب سپهری آوردین؟ بله یه لحظه. به سلامت دیگه من نمید این کتاب رو ببرید. راستی یکی دو تا جلد از این هشت کتاب هم برای من نگه داره دیگه. میام. چی میخواستی؟ من میدونم کار خطرناکم قبول، ولی مامان شما خودتون دیدین چقدر ارزش داشته کار من. میدونین باعث شدم آقای نکونام هیچ درد سری براش درست نشه. مامان خیلی کار بزرگی، حالا کجا میرین الان؟ اینا نباید اینجا بمونه، باید از این خونه بره بیرون. نمیشه مامان، نرگس گفت نمیشه. نرگس گفت الان نمیتونن اونجا. برای اینکه براشون درد سر درست میشه. اگه یک ذره به فکر خانواده تو هم بود خیلی خوب میشد، نه اینکه فقط به خانواده خودش فکر بکنه. خب ماما اونا خونهشون تحت نظره. ماما حرف علکیش، ماما ارزش کار من از بین نبردی. اینجا من یه ساعت دارم دنبالت میگردم. چیه؟ کامران داره گریه میکنه، برو پایین. خب برو پیشش وقتی کامران داره گریه. کار دارم من، باید برم. من کار دارم. کار دارم باید برم. کیمیا خانم کار دارم دیگه حتما. سلام ماما. سلام. محمد هست پسر اکبر آقا. خب این گفته برم مسجد باش صحبت کنم. مساک چیه؟ هیچ. مساک چیه؟ برو چه صحبتی بکنی؟ برو دیگه باشه مام، بذار برم مسجد. برم. میری باز یه چیزی بهت میگم بهت برمیخوره، نمیخواد بری. نه به خود مامان، این با بقیه‌شون فرق داره. بسمیم. ازم خواسته برم مسجد باش صحبت کنم، بذاریم برم دیگه. دیگه. خب مام بذاریم بره. برم دیگه. برو برو. برم خدا حافظ. تو رو خدا مامان. دستتو بکش. خب الان کار منو داری خراب میکنی. ماما از نرگس نمیتونن تو خونه شون رو نگه. نمیتونن که نمیتونن، ما باید میبریم.
گفتم تو حواست به کامران باشه. ماما الان کجا داری میری ماما؟ مامان جان دارم میرم ساکو بهشون بدم دیگه. ماما بس خودم بهشون میبرم میدم. کی میام؟ بس من حداقل بهشون بگم. دست تو بردار. وایسا یه دقیقه مامان وایسا. مامان جان یه دقیقه وایسا چی؟ ماما بابا من ماما تو رو خدا به بابا نگ ماما تو رو قربون ماما کیوانش کجا میرفت؟ کیوان حتما رفته پیش دوستاش دیگه. سادی بیا بشین، بیا بشین تا برات بگم. آخه میدونی که به قول خودش این مدت پشت کارای من بوده. شهرام برادر شوهر فروغ هم که زنش محبوبه است. سلام آج آقا. سلام. سلام آقا. خوبی؟ خیلی وقت اومدی؟ آره منتظرتون بودم. ببینم اهل نماز هستی؟ آره خب میخونم. یعنی بابات مانعت نمیشه؟ برای چی باید مانعم بشه؟ اون خودش هم نماز میخونه. اصلا خودش بهم یاد داده چه جوری نماز بخونه. بابا هم همینو میگه. چیو؟ میگفت بابات با اون نظامیه که مردم میکشن فرق داره. بابا بابات آدم خوبیه. خب آره چون ما اصلا از وقتی اومدیم تهران بابام حتی اصلا هم نمیبنده. یعنی قبلا میبست؟ آره چون سرکارش با دوزه و قاچاقچی ها بود. ببین کیوان یه حرفایی هست که تو باید بدونی. چی؟ اینکه مردم پشت سر بابات یه حرفایی میزنن. چه حرفایی؟ خب ببین الان چند روزی نمیشه که شما اومدیم. ولی آقای نکونامو دستگیر کردن. این یعنی چی؟ دیگه هم هیچی ازت نخواست. ای بابا مهری چند بار بگم به خدا زبونم او در آورد. گفت چند تیکه زمین داره میخواد بزنه به اسم من. منم گفتم آقا جون من معذرت میخوام دنبال درسر نمیگردم و خلاص. اونم دست از سرت برداشت راضی شد و رفت به همین راحتی. راضی که نشد دلخور شد. گفت این کمترین کاری که من میتونم براش انجام بدم. فرخ جان داره ادعا میکنه که تو رو از دردسرای خرمشهر نجات داده. چرا نمیفهمی؟ آهای مزخرفی گفته ولش کن. میگفت اگه مال نبودم معلوم نبود تو دادگاه نظام چه بلایی سرت میبرد. کارت به کجاها میرسید؟ مسخره بازی در نیار. خونمونه هاشو برای چی میخواد به اسم تو کنه؟ نمیدونم والا. مثل این که با خانمش اختلاف پیدا کرده ترسه دارو نداره شو بکشه بارا. اون وقت تو این دنیا هیچ کس رو نزدیکتر از تو به خودش نداره. آخ آخ مثل این که یادت رفته اون عموی بیژنه ها. نه یادم نرفته عموی ناتنی بیژنه. به هر حال برادر شوهر فروغه. الهی بمیرم براش که چقدر به این فروغ بیچاره این محبت کرد. رازی میگو بین دوست آشناش به هیچ کسی اعتماد نداره جز من. این یه ریگی تو کفشش هست فرخ جان. باش هر ریگی هم که تو کفشش بود با این جوابایی که من دادم دامش گذاشت رو کولش و رفت. آدمای مثل شهرام کامفر تا به اون چیزی که میخوان نرسن دست بردار نیستن عزیزم. دلتو خوش نکن. هر کاری میخواد بکنه بکنه. به ما چه؟ ما چه کار داریم؟
دلخور شدی از اینکه من شام نخوردم؟ سر صدا چیه؟ کیمیا چرا نخوریده؟ حتما داره کاراشو میکنه. باشه باشه بگی بخواب. تو برو بخواب، میام من. کیمیا هنوز بیداری؟ برای هموز بس نیست؟ خب بگی بخواب مامان جان، بابات بیداره هنوز. مامان چشم، میخواستم بگم. چی؟ من این ساکو فردا میدم به نرگس. معلومه فردا باید ساکو بدیم به نرگس. آخه نه، شما اینقدر عصبانی، منظورم اینه که من فهمیدم اشتباه کردم دیگه. از این به بعد هر کاری بخوام بکنم اول به شما میگم. مامان من یه چیزی رو نمیفهمم، یعنی نمیفهمم که مثلا چرا خانم طاهری یا آقای نیکونام که آدم های به این خوبی هستن، چرا وقتی اعتراض میکنن یا مخالفت میکنن باید از کارشون اخراج بشن یا بندازنشون زندان؟ من قاضیم، من چه میدونم، هر کی هر کاری میکنه باید فکر عاقبت چم بکنه. مامان جان آخه مامان فکر عاقبت چم بکنه که به نظر شما این عاقبت درسته بر کار اونا؟ درست نیست؟ شما موافقیم با یه چنین عاقبتی؟ من اینو گفتم. خب باز داری حرفای من تفسیر میکنی؟ نه ما تفسیر نه، منظور من اصلا اینه که مردم، هر آدمی، یه آدمی که خوبه وقتی با یه چیزی مخالف باشه، وقتی اعتراض داشته باشه، خب باید چیکار کنه؟ حرف میزنه دیگه، وقتی حرف میزنه چرا میندازنش زندان؟ اگه بگم جوابشو خودت میدونی چی؟ من نمیدونم، چون منظر من کار غلطیه. وقتی هم یکی رو میندازن زندان دلیلش اینه که آدمای دیگه میترسن، یعنی میترسن از اینکه مردم حقشون رو بخوان، مردم اعتراض کنن، مردم مخالفت کنن، از همه این چیزا میترسن، از آگاه شدن مردم، از همه اینا. ما با مردم فرق داریم کیمیا، میفهمی؟ همین دیگه، من الان اصلا میخوام همینو بفهمم. یعنی شما با مردم موافق هستین، ولی چون که بابای من یه آدم نظامیه، ما نباید مثل مردم باشیم، نباید اعتراض داشته باشیم، هیچ حرفی هم نباید بزنیم. یعنی پس من کار اشتباهی نکردم؟ قبول، کارم خطرناک. اصلا بابای من اینا رو که میگم معنیش نیست که میخوام دوباره یه کاری بکنم، نه به خدا، فقط میخوام درک کنم، بفهمم. یک ذره اون بابای بدبخت تو درک کن. آخه ما کیمیا بخواب، فقط خواب. خواهش میکنم ازت کیمیا، خواب. کیمیا کاری که گفتم میکنی با خون سردی باشه؟ این بار دیگه خراب کارا فاجعه به بار آورد. میخوام خودم و مادرمو خلاص کنم. بگو پسرش دیگه از زندگی خسته شده. بچه من مثل خودم بی کس و کار. چی بده؟ ساکو بده من. مامان من باید برم. دستتو بکش، دستتو بکش. بابا اینجا چی کار میکنه؟ داری میاد سمت ما. را بی فاشون شکن را بیفت. یعنی چی؟ چجوری را بیفتم؟ دیده ما رو زشته. هلی اصلا باورم نمیشه. تو اون سک چی بود؟ توضیح میدم برات. مری این حرفا رو من نمیفهمم. تو اون سک چی بود؟ نوارو اعلامیه.